زنگ خطر این بار از سوی دریای خزر به صدا درآمده است. این صدا را از مقایسه آمار سالیانه صید ماهی‌های استخوانی و خاویاری دریای خزر و انقراض نسل فوک‌های خزری به راحتی می‌توان شنید. در این میان تالاب شیلات که تنها تالاب درون شهری شمال کشور در بندر مرزی آستارا نامیده می‌شود نیز از این قاعده مستثنا نیست و با بلایای طبیعی و غیر طبیعی دست و پنجه نرم می‌کند. از یک سو متولیان شیلات تأکید می‌کنند که بیش از 80% ماهیان دریای خزر برای تکثیر و بقا وابسته به رودخانه‌ها هستند، اما از سوی دیگر همه چیز گواه آن است که تاکنون کمتر قدمی برای برطرف کردن آلودگی رودخانه‌ها که سموم و مواد شیمیایی بکار رفته در مزارع به سمت آنها هدایت می شود برداشته نشده است. حضور آشکار تورهای غیرمجاز در آبهای دریای خزر، صید بی رویه با روشهای نامتعارف و حتی مسدود شدن دهانه رودخانه ها به دلیل لایروبی نکردن درست در فصلهای مخصوصی از سال را صیادان از مهمترین مشکلات صید در طول چند سال اخیر بیان می کنند. امسال بدتر از سال گذشته است. وضع صیدن آنچنان خوب نیست. ما آبان و آذر رو تعطیل بودیم، دی را تعطیل بودیم، بهمن یه ده روز کار کردیم، تا عیدم که اسفند کلا تعطیل بودیم، یعنی بعدی آب و هوا اینجا را تعطیل کرده بود. بعد از عید یه ذره کار کردیم، یه مردم نمیان، رغبت نمیکنن به کار، نمیصرفه. روز 20,000 تومان 30,000 تومان الان مبلغ نیست که بیان اینجا خودشون علاف کنن کار بکنن. جوونا نمیان، جوون باشه بیاد کسب و کار باشه دیگه، وقتی هیچ توش نیست جوون بیاد چیکار بکنه. صید غیر مجاز، نبود جایگاه کافی، مشکلات زیاده. هیچ کس هم رسیدگی نمیکنه، هیچ کس درد ما رو نمیپرسه. رودخانه ها زایشگاه ماهیان هستند و بیش از 80% از ماهیان دریای خزر برای تکثیر و بقاشون وابسته به رودخانه ها هستند. ما الان در رودخانه چلوند در شهرستان آستارا هستیم. از اوایل دهه 50 با استقرار اکیپ تکثیرمون در این رودخانه ماهی ها رو اینجا صید می کنیم و پس از تخم و اسپرم گیری به مراکز شهید انصاری در شرک صنعتی رشت منتقل میشن و اونجا آنکاباسیون انجام میشه. پس از اینکه ماهی ها به وزن حدود 1 تا 3 گرم رسیدن، دوباره اوایل تیر ماه به این رودخانه برگشت داده میشه و رهاسازی انجام میشه. شیلات این کار رو انجام نده، ما با بحران منابع روبرو خواهیم شد. اگر صیادان عزیز ما در هنگام مهاجرت ماهیان به رودخانه ها رعایت بکنند و صید مسئولان را انجام بدن، مطمئنن این طرح موفقی خواهد بود. ما در شهرستان آستارا یک پایگاه حفاظت منابع آبزیان داریم. با تمام توانمان ما در حال مثلا گشت و حراست از دریای خزر بحث صید صیادی هستیم. با همکاری هایی که با عزیزان مرزبانی انجام میدیم، گشت های مشترکی که انجام میشه، تمام سعی و تلاشمون این هست که ما با صید غیر مجاز مبارزه کنیم. لیکن این تنها شیلات نمیتونه در این بخش موفق باشه، چون یک مشکل چند وجهی هستش. این میطلبه که با همکاری ارگان های دیگه این بحث ایجاد اشتغال در جامعه بتوانیم در این امر هم موفق بشیم. در خصوص تعطیلی تنها شرکت پری شیلات که زیرمجموعه شیلات فعالیت در آستارا میکرد یه توضیح میفرمایید؟ در 2 سال اخیر با بحران مواجه هست. امسال یه فعالیتی در عرض بزرگ شما که مهر ماه آغاز کرد، ولی 90% اعضای این پره سن بالای 70 سال دارن، یعنی به اصطلاح از لحاظ سنی توانایی کار فیزیکی رو در این پره که جزء مشاغل سخت هستن رو ندارن. این امر موجب مشکلاتی در این پره شده. همچنین جایگاهی این پره در چند سال اخیر دچار یک سری مشکلاتی شده که این مشکلات دست به دست هم داده، مضاف بر این که این پره از لحاظ منابع هم با مشکل مواجه هست. حالا امسال ما انشالله با جلساتی که با اعضای هیئت مدیره این
شرکت گذاشتیم و طرحی که سازمان شیلات ایران دنبال میکنه با بحث پرورش ماهی در محوطه این شرکت سید و صیادی و همچنین مهمان پذیر کردن این شرکت سید ماهیان استخوانی که به شرکت تاوانی پره معروف هستن بتوانیم از این مشکل را هم انشاءالله حل کنیم. رفع مشکلات صنفی صیادان زیر مجموعه شرکت‌های پره، تسهیل و تغییر در قوانین بیمه با توجه به توقف فعالیت صیادان با پایان فصل 6 ماهه صید، اختصاص تسهیلات مناسب با سودهای پایین با هدف ارتقای کیفیت ماشینالات و شناورها و اختصاص فضای بیشتر در نوار ساحلی از مهمترین راهکارهایی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. Thank you.